که گفته است من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم، من آن غول زیبایم که در استوای شب ایستاده است. او همان غول زیبا بود، احمد شاملو. این بامداد خسته رو ببینید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته ای آپارات. احمد شاملو شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و یکی از قله‌های شعر و ادبیات معاصر ایران به شمار میاد. با مجموعه رشک‌انگیز و تکرار نشدنی از شعر، نوشته و صدا. با این همه به گفته خودش او الف بامداد بود. شهروندی با اندام و هوش متوسط. برای دهه ها احمد شاملو در متن و مرکز فعالیت های فرهنگی و ادبی بوده و نگرش و شیوه برخوردش با موضوعات مختلف همواره شیفتگان و در عین حال منتقدان بسیاری رو داشته، اما تنها یکی دو فیلم درباره او ساخته شده. این هفته فیلم این بامداد خسته رو میبینیم. این فیلم که به مرور و در طول 17 سال ساخته شده کاری هست از فرشاد فدائیان. آقای فدائیان یکی از چهره‌های متمایز و شاخص در مستندسازی ایران هست که به فرم بیانی خاص خودش و در واقع به امضای خودش در پای آثارش رسیده. فیلمسازی که در عرصه عمومی حضور چندانی نداره و آرام و بی سر و صدا نزدیک به 3 دهه هست که در ایران فیلم می‌سازه. از مستندهای سنتی و سفارشی گرفته تا مستندهای شخصی و ویدیو آرت. آقای فدائیان متولد سال 1326، فلسفه خونده، عکاسی کرده و شعر و موسیقی رو خیلی خوب میشناسه. ورودش به سینما عرصه مستندسازی با ساخت فیلم‌های مستند صنعتی بوده و از سال‌های پایانی دهه 60 هم شروع کرده به مستندسازی و کارنامه پربار از مستندهای درباره زندگی در نقاط مختلف ایران داره. فیلم برنامه این هفته در فاصله چند دیدار با احمد شاملو فیلم برداری شده و بسیار منحصر به فرد هست. برای صحبت در مورد این فیلم و جنبه های مختلف کار احمد شاملو از چند میهمان دعوت کردیم که همراه ما باشن. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که نزدیک به احمد شاملو بوده و گفتگوهای زیادی رو با او داشته، همراه ما هست از آلمان برای صحبت در مورد احمد شاملو و همینطور این فیلم، و فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز، هم از پاریس به همراه امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و شاعر از لندن، هانیه بختیار، تحصیل کرده ادبیات فرانسه و از نسل خیلی جدیدتر شاعران از واشنگتن، و شبنم اسماعیلی، دانش آموخته ادبیات تطبیقی از آلمان، در ادامه برنامه همراه ما خواهند بود. اما اول فیلم این بامداد خسته رو ببینیم، ساخته فرشاد فدائیان. یادآوری میکنم که سکانس پایانی این فیلم برای کودکان اصلا مناسب نیست. ببینیم فیلم رو.
بامداد بود، نخستین و آخرین. به قول خودش شرف کیهان و خسته از باخیش جنگیدن. این بامداد خسته رو دیدیم ساخته فرشاد فداییان درباره احمد شاملو. فیلم تلاشی هست برای ثبت لحظاتی از زندگی یه شاعر. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی که نزدیک به احمد شاملو بوده و باش گفتگوهای زیادی رو هم انجام داده، برای صحبت در مورد این فیلم و احمد شاملو همراه ما هست. و همینطور فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز از پاریس، امید شمس، پژوهشگر ادبی و شاعر از لندن، هانیه بختیار، تاثیرکرده ادبیات فرانسه و از نسل خیلی جدیدتر شاعران از واشنگتن، و همینطور شبنم اسماعیلی، دانش آموخته ادبیات تطبیقی در آلمان، در ادامه برنامه همراه ما خواهند بود تا درباره فیلم و اهمیت احمد شاملو بیشتر باشون صحبت کنیم. خب اول درباره فیلم و ارزش‌هاش صحبت می‌کنیم و بعد می‌پردازیم به شاملو از نگاه‌های مختلف. گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم آقای سرکوهی. شناخت و آشنایی شما با احمد شاملو، فیلم براتون چطور بود؟ ممنون که منم دعوت کردین برای دیدن این فیلم. ضیافتی بود برای من، انگار منو به یه مهمونی دعوت کرده بودید، مهمونی خاطرات. خب برای شخص من با اون همه سالها که ما با شاملو بودیم، از او آموختیم و بعد اون خونه که من میرفتم، چیزایی که تو این فیلم هست طبیعتاً یادآور یکی از بهترین بخش‌های زندگی منه. اما این فیلم برای مخاطب عام ساخته شده. میدونیم که شاملو حالا علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین شاعران، یکی از بزرگترین به اصطلاح سردبیران روزنامه‌های فرهنگی، نمیدونم کتاب کوچه، همه ابعاد گوناگون شاملو که در اکثرش موفق بود و در قله جا داشت بگیریم، در این حال نماد روشنفکری مستقل ایران بود در چند دهه و شعر او دایره نفوذ و تأثیر او از میان از کتابخانه گذشته بود، به لایه‌های دیگه جامعه منتقل شده بود و طبیعتاً فیلمی که شاملو در او هست، یعنی یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران، برای همه جذاب خواهد بود. اما خارج از اون ضیافتی که ما بهش دعوت شده بودیم، با توجه به نگاه منقدانه شما، ما با چه جور فیلمی روبرو هستیم؟ فیلم اگر نگاه بکنیم، ترکیبی از سه بخش: شعرخوانی، گفتگو که اینا فیلم مستند نیست، بخش هایی که مستند، زندگی رو نشون میده، اندیشه رو نشون میده که فیلم مستند است، یعنی ما نزدیک میشیم که شاملو رو بشناسیم. وزن شعرخوانی و گفتگو بر فیلم زیاده، وزن مستند کم. ای کاش میتونست وزن مستند رو هم بسیار متعادل بکنه. و شعرخوانی سیروس پسر شاملو که خب میدونیم تئاتر خونده بود، خیلی خوب میتونه شعر رو اجرا بکنه، اما اینجا بسیار میتونیم بگیم که به جای اینکه ما یکی از ابعاد زندگی شاملو وارد میشد کارگردان کسی رابطه پرتنشش با بچه ها نمیبینیم، فقط یک شعرخوانی میبینیم، در فیلم به اصطلاح نمیچسبه. حالا یه بخشش هم گفتگوهایی است که با شاملو کرده. خب گفتگو با شاملو باید زیاد داره، گفتگو با شاملو، اما تصویری ما نداریم یا کم داریم. در این گفتگوها خب بازم جذاب هست چون شاملو هست، یعنی جایی که شاملو هست به هر حال جذابیت هست. و اما سوال ها، بخشش سوال های مثلا کلی هست، مثل اینکه تصویر شما در جهان چگونه هست، اینها خب طبیعتاً اینا یه جواب های کلی داره. و بعد بخش مهمی از گفتگو راجع به ترجمه های شاملو هست که ترجمه شاملو میدونیم بخش بود اصلی زندگی اون نیست، اما یکی دو سه تا سوال خوب هستش که نزدیک میشه به زندگی شاملو. این در مورد گفتگوها. در مورد شعر هم گفتیم. حالا یه بخش های از فیلم اما هستش که نزدیک میشه به تعریف فیلم مستند و بسیار خوب هم تعریف میشه. این هم بگم که عکس های بسیار خوبی در این فیلم هست، فیلم برداریش بسیار خوب هست. اما اون بخش هایی که نزدیک میشه به فیلم مستند و ای کاش بیشتر این بخش ها بود، زندگی شاملو است. البته دوربین متاسفانه یا شاید به یک دلالی بست است، ما خونه رو نمیبینیم، ما فقط اتاق کار شاملو رو میبینیم. این هم باز یک بعدی از شاملو است. شاملو یک ماشین کار بود. توجه بکنید که این آدم کتاب جمعه، کتاب هفته خوشه رو سردبیری کرده
و بهترین سردبیر مجلات فرهنگی در طول تاریخ ایران بوده و بعد در اینا شعرش هم میگفته، در اینا ترجمه هم میکرده، در اینا نمیدونم نوار هم پر میکرده. این که ما فقط چون رو در حال کار میبینیم البته شاید این جنبه رو نشون میده، اما در این حال آدم این توقع رو داره که فضای زندگی شاملو رو هم ببینه، تمامی خونه رو ببینه، اون حیات رو ببینه، اون درختی که مثلا نشون میده شاملو هم بزشتشون درخت رو، مثلا این ارتباط اینها رو ببینه. ما شاملو رو در فضا نمیبینیم، شاملو فقط موقع کار کردن میبینیم. فیلمساز در آغاز فیلمش گلایه میکنه که میخواسته فیلم رو به شکل دیگه‌ای بسازه، ولی خب خانم آیدا سرکسیان همسر آقای شاملو تمایلی به مطرح شدن نداشته و اصولا دوست داره که در سایه باقی بمونه. میدونیم که آیدا به هر نقش مهمی در زندگی آقای شاملو داشته. آقای شاملو کتابی رو به نام ایشون کرده، در واقع با عنوان ایشون هست نام کتاب، آیدا خنجر و خاطره، شعرهایی رو به او تقدیم کرده و در این فیلم هم در بخش‌های شاهد رابطه این دو نفر هستیم. فیلم در این زمینه چی به ما میده آقای سرکوهی؟ ببینید، فیلمساز در آغاز فیلم یه توضیحاتی میده که اکثرش هم اضافه هست، یکیش هم این هستش که قصد این بوده است که به اصطلاح این فیلم درباره آیدا باشه و رابطه آیدا با شاملو و بعد این رخ نداده، این به ما مربوط نیست. آیدا و شاملو خب طبیعتاً هم موضوع خیلی افسانه‌ای و به خصوص این یه تصویر سانتیمانتال فلان هم یه دی ارائه دادن و اینا که حضرت بروی شاملو نبود. خب اما یک رابطه آیدا و شاملو یک رابطه چند بعدی بود، یک رابطه واقعا ساده ای نبود و فقط یکی از ابعادشو فیلم نشون میده. اون آیدایی که همیشه با نگاه مشتاق و عاشقانه به شاملو نگاه میکنه، آیدایی که مثل یک مادر از عشقش محافظت میکنه. مثلا این صحنه که شاملو میگه این پیچه اینکش میفته، میگه که این کار آیداست که پیچه سفت بکنه، این آره این شاملوه، یعنی این رابطه شاملو آیداست. رابطه های ریزی که نشون میده گاهی بسیار هوشیارانه انتخاب کرده. مثلا اون جایی که شاملو میره توالت میبره و بعد بیرون موهاشو شونه میکنه، مرتبش میکنه، اینها در واقع اون یه بخش، یه بعدی از رابطه بود که یک زنی عاشقانه اما مادرانه از این گلی که فکر میکرد زیباترین گل دنیاست مراقبت میکرد و خودش هم میگفت اینو. بنابراین این بعد رو نشون داده بدون این که به ابتذال سانتیمانتالیزم و رومانتیسیزمی که بعدم ساخته شد غرق بشه. این بخش خوب فیلم است، البته کم هست، اما خب ما این بخش رو میبینیم و این بخش اتفاقا مستند هست، یعنی به فیلم مستند نزدیک میشه. خب خیلی ممنون، متشکرم از فرج سرکوهی. بریم سراغ جنبه های سینمایی این فیلم. فرید اسماعیل پور همراه ما هست، پژوهشگر سینمایی و همطور مستندساز. آقای اسماعیل پور، از نظر شما این فیلم که به هر حال فیلمی است درباره احمد شاملو و فیلمساز میگه که اون فیلمی نبوده که به دنبال ساختش بوده، چه جور فیلمیه؟ بیننده الان با چگونه فیلمی روبرو هست در مورد احمد شاملو؟ یک پورتره است، یک پورتره درخشان و واقعا بی‌نظیره. فکر نمی‌کنم تا امروز ما تصویری با این کمال و جامعیت از احمد شاملو دیده باشیم، با این گستردگی و دقت و سندیت تاریخی. این اثر به نظر من خیلی اهمیت داره و برای آیندگان خواهد بود. در کنار مسائلی که عرض شد، فیلمبرداری و نورپردازی درخشان اثره. فیلمبرداری که باعث شده ما با دقت بیشتر آن چیزهایی که لازم هست رو در یک خونه شاعر ببینیم، یعنی شروع کرده به حذف عناصر زائد با نورپردازی. آقای اسماعیل پور، فیلم ساز در این فیلم شیوه های متنوعی رو در ساختن فیلمش به کار گرفته. در بخشی از اون ما زندگی شاعر رو میبینیم، مشاهده میکنیم اتفاقات زندگی روزمره او رو، یه بخشی شعر خوندن های این شاعر هست و یه قسمت دیگه تلاش گروه فیلمسازی برای ساختن فیلمی در ارتباط با یک شاعر و همینطور بخشی دیگه قسمتی از عکس ها، پورتره های شاملو و بعد هم پیکره شاملو در حقیقت در سکانس پایانی، عکس هایی از پیکره او و بخشی هم میان نویس ها. با همه اینها آیا فکر میکنید که فیلم
چیزی که ما داریم تماشاش میکنیم لحنی یک دست رو داره؟ من فکر میکنم تا حد زیادی این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه همونطور که شما میگین این تنوع زیادیه و شاید ما عادت نداشته باشیم حداقل در فیلم های مستندی که از این فیلم ساز شناختیم این تنوع، ولی واقعیتش من فکر میکنم اون کلمه یا اون رمز جادویی که باعث شده این یک دستی برخلاف این تنوع و این گستردگی تمها و مضامین ایجاد بشه، مسئله بجایی استفاده از این ابزارها تمهید هاست. به خاطر این من فکر میکنم موفق بوده فیلم ساز تو زمینه. و بریم سراغ اون سکانس پایانی، سکانس مرگ، که فیلم ساز تصمیم میگیره نشون دادن مرگ شاعر رو از طریق بکارگیری تیرگی و عکس هایی از پیکره احمد شامرو همراه کنه، عکس هایی که از هوای متفاوتی گرفته شدن اما در این حال مکررن و پیوسته ادامه میشن، میرن به سیاهی، برمیگردیم به عکس ها از زاویه دیگر و این پیکره رو میبینیم، پیکره فریادگر اما بی جان. تحلیل خودتون از این سکانس چه هست؟ چطوری میبینیدش؟ یکی از قوی ترین و شاید قوی ترین سکانس فیلمه، یعنی اون لحظه ای هست که مخاطب شاید هم انتظارش رو میکشیده و هم در این حال غافلگیر میشه از پیکر بیجان شاملو که شمایل یک مجسمه یا یک پیکره باستانی رو به خودش گرفته. یعنی فقط ما با پیکر بیجان مواجه نیستیم، پلاستیسیته این وجوه تجسمی پیکر گویا به سنگ تبدیل شدن دیگه، با گوشت و پوست و استخون ما مواجه نیستیم. از این خیلی نکته جالبیه و میگم خیلی سکانس سنگین و در این حال تاثیرگذاریه. خب خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون آقای اسماعیل پور. گفتگو رو با امید شمس ادامه بدیم. امید شمس پژوهشگر مطالعات فرهنگی هست و همینطور شاعر و در لندن زندگی میکنه. آقای شمس، شما براتون این فیلم از چه منظری اهمیت داشت؟ این فیلم میشه گفت در حال حاضر مهمترین و بهترین اثری است که زندگی احمد شاملو رو به تصویر میکشه. فیلم در واقع جنبه‌های متفاوت و متکثری از شخصیت احمد شاملو رو در مقابل ما قرار میده و همینطور در واقع با پرسش‌های دقیقی که گاهن از شاملو میپرسه و پاسخ‌هایی که میگیره در واقع نوری میافکنه بر بخشی از آنچه که ما درباره شاملو نمیدانستیم یا در واقع بخش سوء تفاهم‌هایی که راجع به احمد شاملو وجود داره. برای مثال من عرض کنم در واقع اون تصویری که در واقع تصویر عامی که از شاملو وجود داره به مثابه در واقع نماد شعر متعهد یا شعر سیاسی، شاملو به در واقع صراحت این رو رد میکنه. یعنی اون جایی که شاملو خیلی دقیق اشاره میکنه به اینکه من چند شعر بیشتر ننوشتم و بخش عمده ای از کار شاعری من به ناگزیر صرف مبارزه شده و این در واقع اشاره به این میکنه که از نظر او اون بخشی از کار شاعری که صرف مبارزه سیاسی با حاکمان میشه در واقع ناگزیری زیست شاعر یا زیست نویسنده است، به این دلیل که نیازمند این هست که آزادانه بنویسه و آزادانه بیاندیشه و در محیطی آزاد زندگی کنه. از این لحاظ بسیار فیلم با اهمیتی هست. القاب و عناوین زیادی در مورد احمد شاملو به کار گرفته شده در طول این سالها، کتاب ها نوشته شده، مقالات نوشته شده و بهش عناوینی دادن مثل مثلا شاعر ملی یا شاعر مردمی یا شاعر آزادی، چیزهایی از این دست که البته خیلی شاملو خودش ارتباطی با اینها برقرار نمی کرد. اما فیلم درباره این صفات و القابی که به احمد شاملو داده میشه چه چیز تازه دیگه ای رو به ما میگه از این فرد؟ فیلم بسیار از این لحاظ اهمیت داره چون برخی از اون در واقع تصاویری که وجود داره، اون باورهایی که وجود داره درباره شاملو رو که شما در این القابی کم اشاره کردین وجود داره رو در واقع تدقیق میکنه و برخیش رو تصحیح میکنه. مهمترینش این هستش که اگر ما احمد شاملو یک شاعر مردمی میدونیم، این مردمی بودن او به چی برمیگرده؟ آیا به ساده فهم بودن و همه فهم بودن شعر او برمیگرده؟ آیا منظور ما از شاعر ملی کسی است که در واقع سعی میکنه یک غرور ملی یا یک سری تصاویری رو از تاریخ یک ملتی برجسته بکنه و اونها رو مایه افتخار یا غرور بکنه؟ چنین نیست، در هیچ کدوم از اینها در قبال شاملو صدق نمیکنه. شاملو اولا شاعر بسیار دشوار فهمی است، شاعر پیچیده است. دوما
از لحاظ ادبی با اینکه بسیار شاعر مهمی هست در تاریخ شعر معاصر، اما به لحاظ نظریه پردازی ادبی قابل مقایسه با حتی نیما نیست، یعنی یک نظریه پرداز ادبی نیست. و شعر او هم در قوم شاعرانی داریم که از او بهتر نوشتن، یعنی شعرهای بهتر نوشتن به اذعان خود او، مثل نیما یا اخوان. اما اون چیزی که شاملو رو به ویژه برجسته میکنه به عنوان شاعری مردمی این هست که شاملو تمرکزی ویژه بر مفهوم انسان داره. تصویر انسان ایرانی به عنوان انسانی مغرور، آزادی خواه، سرکش و مبارز که در تمام طول عمرش رنج کشیده و مبارزه کرده و مدام هم شکست خورده در شعر شاملو به طور پیوسته‌ای وجود داره و این اون تصویر، اون جاییست که، اون جایگاهیست که انسان ایرانی اون رو درک میکنه. به واسطه تاریخ سرکوب و رنجی کشیده و تاریخ مبارزه‌ای که داره، انسان ایرانی بیش از هر شاعر دیگه‌ای با این تصویر احساس نزدیکی میکنه و این به نظر من مهمترین ویژگی است که شاملو رو برجسته میکنه، حالا با هر لقبی که ما به او بدهیم. خب بسیار ممنونم، متشکرم از شما امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در لندن. یکی از عمده ترین کارهایی که از احمد شاملو به جا مونده ترجمه های اوست. ترجمه از زبان فرانسوی گرفته تا آلمانی، اسپانیایی، روسی، ژاپنی، زبانهایی که آقای شاملو اصلا تسلطی هم بهشون نداشت. با این همه ترجمه های او ترجمه هایی به یاد موندنی شده. او زبان آرکیک و باستانی و زبان عامیانه یا کوچه رو در شعر و داستان هایی که ترجمه می کرد به کار گرفت و روایت خودش رو از این متن ها ارائه می داد. همونطوری هم که توی فیلم میگه، در واقع میگه که هر کسی شلوخف خودش رو می شلوخف. او هم همین کار رو می کرد. از جمله ترجمه های به یاد موندنی و فراموش نشدنی که از آقای شاملو مونده و ما صداش رو بسیار شنیدیم شعرهای لورکا، شعر اسپانیایی هست. گرچه ترجمه های اون موافقان و مخالفان بسیاری هم داره، اما کم نبودن گمنام هایی که با ترجمه و صدای شاملو در ایران پرآوازه شدن. یکی از اونها مارگوت بیکل بود با آلبوم چیدن سپید دم. اما این ترجمه ها چقدر به متون اصلی نزدیکه؟ شبنم اسماعیلی، دانش آموخته ادبیات تطبیقی در آلمان، در این زمینه پروژه تحقیقی جالبی رو انجام داده. خانم اسماعیلی الان با ما هست. خانم اسماعیلی، چه شد که شما تصمیم گرفتید که برید سراغ این موضوع و چنین تحقیق انجام بدید؟ من وقتی اومدم آلمان و شروع به تحصیل در رشته ادبیات تطبیقی کردم، وقتی که با همکلاسیام، استادام یا آدمایی که باهاشون در تماس بودم به نحوی راجع به مارگوت بیکر صحبت می‌کردن، هیچ کسی هیچ شناختی ازش نداشت و حتی اسمش رو هم نشنیده بود. البته توی پرانتز بعد بگم که توی این 10 سالی که در آلمان زندگی می‌کنم هنوز آلمانی یا نمی‌شناسم که اسم ایشون رو شنیده باشه یا جمله از ایشون خونده باشه. به هر حال این سوال تو ذهن من پررنگ و پررنگتر شد که چطور به واسطه یه ترجمه یه آدمی توی ایران انقدر معروف میشه و انقدر خونده میشه، ولی توی مملکت خودش من هیچ چیزی نمیتونم ازش پیدا بکنم. ایشون تحصیل کرده الهیات هستش، 17 سال در خدمت کلیسای کاتولیک بوده، در کلیسا عاشق مردی میشه و به دلایلی اجازه ازدواج با اون مرد نداشته، برای همین مجبور از کلیسا خارج بشه و در حال حاضر در جنوب آلمان به همراه همسرش زندگی میکنن و مجموعه رو اداره میکنن که ایشون به عنوان تراپیست و در واقع درمانگر برای انسانهایی که بحران روحی دارن یا مشکلات شغلی دارن به عنوان مشاوره کار میکنه. شما کارتون ادبیات تطبیقی هست و مقایسه کردید متن اصلی مارگوت بیکر رو با ترجمه هایی که به وسیله احمد شاملو انجام شده و منتشر شده، حالا هم کتابش و هم صدا. در این بررسی که شما انجام دادید به چه نتیجه رسیدید؟ اگه بخوام مقایسه بکنم، در واقع مخاطب مارگوت بیکر مخاطب خاص و محدودی در آلمان هستن. اغلب این افراد بیا به نحوی به کلیسا مربوط میشن و یا علاقه من به متون مذهبی هستن. لغات و کلمات و عباراتی که بیکل استفاده میکنه بسیار ساده است و پر از استعاره و تمثیل‌های مذهبیه که قطعا برای مخاطب فارسی زبان قابل لمس نیست، ولی خب مخاطب شاملو مخاطب روشنفکریه
و بسیار متفاوت از مخاطب بیکل در آلمان. و در واقع شاید بشه گفتش که این ترجمه ها بشه کاملا بشه این ترجمه ها رو با اشعار عاشقانه خود شاملو مقایسه کرد. استفاده از لغت ها، ترکیب ها و تمام استعاره هایی که شاملو در این ترجمه ها استفاده کرده کاملا قابل مقایسه با اشعار عاشقانه خودشه. در مورد ترجمه ها اگر بخوام توضیح بدم، توی پرانتز بگم که ما همه میدونیم که هم نقدهای بسیاری در مورد ترجمه های شاملو نوشته شده، همین که میدونیم که شاملو طرفدار ترجمه آزاد هستش و توی فیلم هم در این مورد تاکید میکنه که برای من مخاطب فارسی زبان مهمه، نه در واقع زبان مبدأ. چیزی که من توی این ترجمه ها بهش برخورد کردم این بود که بعضی از اشعار بیکل و شاید بهترین اشعار بیکل اتفاقا اینجا کاملا لغت به لغت و یک به یک ترجمه شده. منظورم اینه که کاملا یک واژه فارسی جایگزین واژه آلمانی شده. برای مثال در واقع عنوان کتاب دوم بیکل فلوکن دن تاگ اسمش هست که در واقع از ترجمه یک عبارت لاتین به معنای دم رو غنیمت شمردنه که اینجا توسط شاملو و زرین بار کاملا لغت به لغت به فارسی برگردونده میشه و ترجمه شده به چیدن سپیده دم، که البته به نظر من ترکیب بسیار زیبا و شاعرانه ایه. خب خیلی ممنون و متشکرم از شبنم اسماعیلی برای حضورش در این برنامه. اما برگردیم به شعر و اثرات شاملو. احمد شاملو پس از مرگش هم با آثارش بر خیلی از نویسندگان و شاعران نسل‌های بعدی و جوان‌ترها اثرگذار بوده. هانیه بختیار از نسل جدیدتر شاعران و تحصیل کرده ادبیات فرانسه است. خانم بختیار، احمد شاملو زمانی که درگذشت قاعدتا زمان نوجوانی شما بوده و نسل شما با توجه به محدودیت هایی که وجود داشته علی القاعده باید ارتباط کمتری با شاملو و شعر شاملو می داشته. حالا اینکه فیلم رو چطور دید، براتون چطور بود و ارتباط شما با کسی مثل شاملو با توجه به نسلی که ازش برآمدید چگونه بوده؟ فیلم آقای فداییان بسیار تاثیرگذار بود. زندگی شاعر در تاریکی، انزوا و ریاضت درونی رو به خوبی نشان داده بودند. مخصوصا عکس‌های بعد از مرگ شاملو که بهت‌آور و تأمل برانگیز بود. جالب اینجاست که شناخت من از شاملو از مرگ شاملو شروع میشه. در اون تابستان من تازه دبیرستان رو تموم کرده بودم و در تمام مدت تحصیل من شاگرد مدارس مذهبی تهران بودم که نه تنها توصیه و تشویقی به خواندن این آثار نمیشه، بلکه همیشه یک ممانعت و محافظتی هم از نزدیک شدن به این نویسندگان وجود داره. در خانه هم کتابهای ما همه سیاسی و مذهبی و تاریخی بود و در نتیجه فضایی برای من برای شناختن ادبیات مدرن وجود نداشت و شاملو تنها یک اسم بود و چند شعر معروف. اما دوستان تازه یافته اهل ادبیاتی داشتم که در روز مراسم خاکسپاری راهی مراسم بودند و من خیلی مشتاق بودم با اونها همراه بشم، اما به خاطر سن کم و تقیدات خانواده مادر اجازه نداد و این حسرت همیشه با من موند و یک چرایی شکل گرفت اون زمان که مگر این شاعر چه کرده که حتی مرگش هم جریان ساز و شورانگیز و شورآفرینه. و شما به عنوان کسی از نسل خیلی جدیدتر در حقیقت، از نظرتون اهمیت شاملو بودن در چه چیزی هست؟ یک نکته حرکت و سیر تحول شاملوست. ببینید، شاملو قبل از نیما مجموعه منتشر میکنه که ما نوپردازی در اون نمیبینیم، اما انسان بسته و محدودی نیست. به جستجوی نیما میره، در محضر نیما جهان شعری چه از لحاظ فرم و چه از لحاظ مضمون دگرگون میشه. شاعر نیمایی ممتازی میشه، اما باز هم بسنده نمی کنه و دست از کشف در زبان نمی کشه و به واسطه فریدون رهنما با شاعران مدرن غرب که شعر آزاد می گفتند آشنا میشه و تحت تاثیر اونها وزن قراردادی عروضی رو کنار میگذاره و موسیقی درونی کلام رو بلند میکنه. بعد ها می بینیم که دغدغه های اگزیستانسیالیستی در شعر شاملو نمود پیدا میکنه، از شک و تردید
کردی تا یأس و ناامیدی تا امید و باور به برخواستن. اینجاست که میگیم شاملو شاعر حرکته، چه در مضمون از شعر تغزلی تا شعر حماسی تا شعر اجتماعی، چه در فرم که به اون اشاره کردیم و چه در استفاده از واژگان، از واژه‌های باستانی و اسطوره‌ای استفاده میکنه تا واژه‌های عامیانه‌ای کوچه و بازار. نکته دیگه که برای من قابل تأمله ذهن باز شاملوه که اون رو به زبان باز میرسونه. شاملو در مسیر مدرنی حرکت میکنه اما متون کهن رو به دقت بررسی میکنه، از تورات تا تاریخ بیهقی. انسان دین باوری نیست اما متون قدیمی مذهبی رو به عنوان آثار مستقل ادبی به خوبی میخونه، حتی تأثیر میگیره. از شاعران قرن چهارم و پنجم تا الوار تأثیرگذار هستند بر شاملو. اصلا موسیقی منحصر به فرد کلامش رو از همین متون کهن میگیره، چنانچه وقتی شما بعضی از اشعار شاملو رو میخونید احساس میکنید که آیه‌های تازه‌ای از توراته. و اینجاست که میگیم شاعر از ظرفیت و امکانات زبان به خوبی استفاده کرده. نکته دیگه وجه تعهد در شعر شاملوه. شاملو به هر حال جز شاعران متعهد محسوب میشه، اما چگونه است که اشعار اجتماعی شاملو ماندگار میشن؟ به نظر من به خاطر این است که شاملو هرگز ساحت شعر رو قربانی تبیین مانیفست و یا ایدئولوژی نمی کنه. دغدغه های شاملو دغدغه های انسانگرایانه است که با فرم درستی ترکیب میکنه و شعر شاملوی رو می آفرینه. با اینکه از اتفاقات و حوادث جاری در زمان و مکان خودش تأثیر میگیره، اما به خاطر همین دغدغه های انسانگرایانه و فرم دقیق ورای زمان میسته. و شما میبینید که شاملو با اینکه ادعای بزرگی در کنشگری اجتماعی و سیاسی نداره اما شاعر جریان سازیه. هیچ دید تجسدگرایانه و یا انقباضی به شعر و زبان شعر و ادبیات نداره و برای همینه که آخر نداره و انگار که شاعری است که نقطه پایانی در اون نیست، همونطور که در شعرهاش کمترین استفاده رو از نقطه پایان میکنه. و به قول رودن، هنرمند همیشه ناتمام است. خب چه حسن ختام خوبی برای این مجموع گفتگوی ما. بسیار ممنون و متشکرم از شما هانیه بختیار و همینطور از فرج سرکوهی، فرید اسماعیل پور، امید شمس و شبنم اسماعیلی برای حضورشون در این برنامه. به علت محدودیت زمانی امکان پخش همه بخش‌های گفتگوها رو متاسفانه نداریم، اما گفتگوها رو به صورت کامل در یوتیوب بی بی سی فارسی و همینطور صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر خواهیم کرد به صورت مجزا. از طریق راه‌های ارتباطیمون که اینجا داره زیرنویس میشه، شما برامون بنویسید درباره این فیلم، خاطراتون از احمد شاملو و همینطور برنامه این هفته. به قول احمد شاملو، جخ امروز از مادر نزادم، عمر جهان بر من گذشته است. به یادار، تا هفته آینده و برنامه دیگه، بدرود و مراقب خودتون باشید.